پروگرامای خود تطبیق بکنن. آها. ما پروگرام بسیار جالبی را که ما داریم که ما شخصا فکر میکنم که برای هر افغانی که در افغانستان از ضروری است، پروگرام تعلیمات صلح است. این یک پروگرام روانشناسی اجتماعی است که شما میفهمید که 3 یا 4 نسل افغانستان با کلمه صلح آشنایی ندارد. یقینا، ولی من همیشه همی سر از این تاکید دارم، ما فرهنگ صلح باید ترویج کنیم. ترویج فرهنگ صلح ما بهترین راه از این از طریق تدریس ای فرهنگ در مکاتب افغانستان. آها. شما تقریبا 60% نفوس افغانستان جوانتر از سن 35 سال است. بله بله. حداقل 16 میلیون شاگرد، ببخشید 8 میلیون شاگرد حداقل در مکاتب افغانستان است. آسان‌ترین راه دسترسی به نسل جوان افغانستان که فردا وکیل شورا میشه یا رئیس جمهور میشه، امی است که فرهنگ صلح را در مکاتب تدریس کنه. آها، یقینا. در مکاتب. و ای یک گپی دیگه هم هست. زده جان خواهش میکنم با ما بگوین اگه وقت ما پوره شد. می خواهش میکنم، شما ما یک نیم ساعت دیگه هم داریم که سوالا را من میگیرم. ما شما امروز یک و نیم ساعت میریم، فقط یک دو سوال دیگه من شما ما دارم، باز من تلفونا رو میگیرم. یک سوال دیگه که مطرح میشه سرای جان، با احترام به شما، البته این آوازه هم بود که گویا این پول هایی که بر شما داده شد عیف عمل شد و افغان ها خمانم دار اعتماد افغان به دست آوردن نسبتا کار بسیار سخت است، اما خوب شما تانستن در اول اعتمادشان به دست بیارین و چنانچه حتی در قسمت از کتابتان گفتن که مادر شما بر شما گفتن که بعد تلویزیون بی بی یا اخبار بی بی که بر شما میگن که پول ها را خوردن و عیف و میل شده، این مثلا نظرتون چی است؟ نظر من یه است دوره جان که وقتی کار خیریه آسان نیست دوره جان. آها. کار روزهای خوب داره و روزهای بد داره. روزهای داره که شما سستین و کار میکنین، تلفن میایه براتون و میگن که خب ای پولا چه شد؟ چرا پولا را حیف و مل کردی؟ تا شما بخواین که جواب از اونها را بدین، یک دو تا دوام میزنن، گوشک میمانن، نه؟ آها. که این غیر مستقیم همون جانب مقابل میخواه ایتون بگویه که من مثلا آدم وطن پرستی هستم که من غیر مستقیم از این پولا حتما باید که نگهداری و حمایت بکنم تا تو آدمی که این پولا را بد مصرف میکنی نتانی این کار کنی. آها. اگر برای خودشان بگوین که مثلا آقای محترم، خواهر محترم، پس بیاین همین شما ببرین. آها. اگر شما بکنین، خب باز میشه که یعنی دلایل مختلف میادن که نمیتونیم کردن، نمیتونیم کاری از کس نیست یا چطور. ولی ما به صورت عموم دوره جان اگر 5 نفر خط منفی بر ما نوشته کردن و یا دو زدن یا تهمت بسته کردن، در عوض 105 نفر خط خوب نوشتن. آها، بله. که من ممنون و مدیون امونا هستم. امونایی که برای شما معلوم دار تشویقتان کردن. خوب، همیشه یک موضوع بی‌اعتباری در میان افغان ها همیشه موجود است. به طور مثال من شنیدم که در هفته گذشته من میمانایی در شوی خود داشتم و آوازه برآمد که این میمان ها که به واشنگتن رفته بودن $10,000 جمع کردن، در حالی که امون میمان های ما گفتن که ما فقط $100 ممبرشپ هر کدام ما به مو مؤسسه یا مجموعه که خودشان ساختن دادن که در او هیچ عیب نیست. اما متاسفانه آنقدر گپ ها در میان جامعه افغان تو میخوره که آدم ایران میمانه. به هر صورت سریا جان، نظر شما در مورد انتخابات چیست؟ آیا شما وقتی که در اونجا با طالبا بودن گفتین که طالبای تندروی بودن، طالبای ملایمی بودن، آیا بالاخره یک پروسی صلح امرای طالبا صورت بگیره یا نگیره و شما شرایط مانده شده که گویا طالبا به قانون اساسی افغانستان بپذیرن، نظر شما در این مسئله چی است؟ نظر من است که در صورتی که طالبا اونایی که قانون اساسی افغانستان میپذیرن حتما باید داخل پروسه صلح شوند. یعنی چرا نشوند؟ اگر قرار ای باشه که ما دیگه ای لگژری نداریم که ای گروپ انتخاب کنیم، او گروپ رد کنیم، اینا
همه باید سهم بگیرن. آها. یعنی اگر قرار باشه که مثلا سر از این گروه ما انتقاد کنیم یا سر او گروه دیگه انتقاد کنیم، شعر شاعر است که میگه گر حکم شود که مست گیرن، در شهر حرام که هست گیرن. آها. پیش رسیده زورا جان، وقت از این رسیده که ما تا جایی که امکان داره همه را شامل بسازیم. آها. همه را شامل بسازیم، کسایی که اونا پابند باشن به اساسات قانون اساسی اسلام، قانون اساسی افغانستان که معلوم دار اسلام دستش قرار داره. و ما دیگه نمیتونیم، دیگه نمیتونیم که انتخاب داشته باشیم. آها. که البته ملت افغانستان فرد فردشان دو موضوع را باید مدنظر داشته باشند. هر فرد افغانستان هم حق داره، هم مسئولیت داره. آها، بله، این بسیار مسئله مهم است. مسئله مسئولیت بسیار مهم است. چرا شما نمیتونین که حق بخواین تا ای که مسئولیت پذیر نباشین؟ آها، یه مشکل ما داریم که مسئولیت پذیر نیستیم. سریا جان، صحبت زیاد میکنیم مگر مسئولیت پذیر نیستیم. و چیز دیگه ای که سرش در انتخابات، یکی انتقاد است که خب ای آدم چرا خود ای کاندید کرد، ای خود جز ای گروپ مجاهدینی بود که مثلا چی کردن و چی نکردن، ای دیگه خود ای خلقی بود، ای چرا آمد، ای دیگه چی؟ بابا ما امینا هستیم. بله، امینا جز جامعه افغانستان است. بله، ما اینمی هستیم جز. اما البته ما انشالله منتظر روزهای بهتر هستیم که کسای پیدا شوند که فقط انتقاد نکنند بلکه عمل کنند. اگر می فکر میکنند که اینمی آدم آدمی نیست که به درد افغانستان بخورند، پس خودشان برند به افغانستان. همون باشن. مثلا اگر من وضعی کسایی که انتقاد میکنند باشم، من میگم که خب خودت از آله تا 5 سال آینده فرصت داری که رئیس جمهوری آینده افغانستان شدی. بله. میتونی 5 سال میتونی ایمنیاله میتونی که در افغانستان فعالیت های را براپرسی که 5 سال بعد خودت کسی باشی که ختمش داشته باشی که همه مردم افغانستان یا اکثریت مردم افغانستان به این ختمش موافق باشن، کاری باشه که در خدمت ملت باشه. اما نمیشه که ما امروز بگوییم که اینی آدم بد است نباشه. ولی خب ما یک دیگه، ما بسیار سریا جان عادت داریم گپ بخشین گرفتیم فرمایشات میتیم از طریق کمرای تلویزیون و تلفونا و اینا، اما وقتی که در سایه عمل نیای با پای خود پس میکشیم. من به شما تسهیل میکنم کتابی را که نوشته کردین، درس های ممنوع، زحمتی که کشیدین، با وقت های مختلف به افغانستان رفتین. خطای تلفن اما روشن است، اگه به اجازه شما یکی دو خط بگیریم که بینندگان ما چی نظر دارن. بفرمایید روی خط تلفن هستین. سلام. السلام علیکم خواهر محترم. سلام، من با شما کوتاه ببخشین آقای وردک که بسیار وقت من کم است و اسپانسرم کس نمیشه، وقت من کم است دیگه. بفرمایید. بله خواهر عزیز، خدا سلام های خدا تقدیم میکنیم. میخواستیم از خواهر عزیز پرسان کنیم چین در ما در مناطق و یا در ولایاتی که افغان ها زندگی میکنه، کلتور و فرهنگ مختلف داره، این چادری والا بلا اگر از طرف ملا سر زنها حتمی شده باشه؟ چرا مردم کابل در زمان شاه، در زمان ردمانی، در زمان کمونیستا، یعنی اکثریتشان چادری می پوشیدند؟ آها، تشکر وردک صاحب. یعنی همین سوال شما همیسته که یعنی چادری، آقای وردک گفتن که یعنی چادری در افغانستان همیشه بوده و این جز به اصطلاح همو فرهنگ طالبان نبوده که آوردن ایره. نظر شما چی؟ و زورا جان، من هیچ وقت ادعا نکردم که چادری جز فرهنگ طالبا بودن. اگر آقای وردک متوجه شده باشن، من حتی در امی قسمت دفاع کردم که اونا وقتی که چادری می پوشیدن دلایل امنیتی بود و دلایل اقتصادی داشتن. آها، بله. بفرمایید روی خط تلفن هستن. سلام. زورا جان سلام، مالیان قاصد هستم. چطور هستن آقای قاصد؟ بفرمایید. دیدی دانشمند بسیار تشکر. افتخار افغانستان هستن اینا و شما هم افتخار افغانستان هستین. یک سوالی که اینا پیشتر جواب دارن اما من کاری ساخته ندارن.
بخاطر از اینکه امروز اینا گفتن که اگر مجاهدین سابق خود کاندید میکنه اینا حق دارن، قانونم درست از من میگم. اما شما ببینید که نمی کسانی که امروز ویرانگر کابل بودن تنها اینا کاندید کردن، حال در بین از اینا ما یک چهره نو بر افغانستان نمیبینیم که نسم نو دل خدا پر کنه برای به او رای بده. حال در اینجا ما چی کنیم غیر از این چهار نفری که شما اون خودتان در وقتی که رفتیم که کابل چی کردن؟ اگه اینا فکرشان تغییر کرده باشه خوب، اگر باز ما بین خود بزنن این ملت چه دومه. تشکر قاسم صاحب، تشکر. شما یعنی شما ایتر فهمیدن سوال دیگه شما سریا جان؟ فهمیدن اینا خو ما شما بحثیم که یک تعداد مردم دوست دارن انتقاد کنن ولی بدیل ندارن برای ذکار. ما امیدوار استم که دوست محترمی که امی کار کردن و تلفن کردن حداقل اگر در افغانستان هستن با پای صندوق های رای برن. اما تو که گفت هست، اما تو که حق داره مسئولیت هم داره. بله خب اینا آقای قاصد گفتن که یعنی از مجاهدین، من فکر میکنم من از چهره ها تکمیل نشده، فردا تکمیل میشه، امکان داره اشخاص اندپندنت و مستقلی که مربوط مجاهدین نباشن اونا هم بیاین خودشان ثبت نام کنن، انتخاب مربوط مردم افغانستان است. ولی قسمی که شما گفتین یعنی مجاهدین هم ما خوش باشیم یا دق باشیم یک بخش بزرگ سیاست افغانستان تشکیل میتن دیگه، اینا هستن ولو که چی در کابل صورت گرفت او سوال علایده است. بفرمایید روی خط تلفن هستن. سلام سهرا خانم. بله بفرمایید. زنده باد برنامه شما دائما. امروز و صرف نظر از دیگه سوالا از این خانم تقدیر کنه، تحسین کنه، توصیف کنه. بله در واقع قهرمان زنده باد. تشکر قاضی صاحب گل. واقعا که شما سریا جان در وقتهای بسیار اساس افغانستان رفته بودین و یک گپ بسیار مهم است. بفرمایید روی خط تلفن هستن. سلام. سلام علیکم سید. سلام، من به شما برسه. بفرمایید. با عرض سلام و ادب خدمت شما خانم زهره و میمون محترمه شما تقدیم است. از جرمنی خدمتتان عرض میکنم، اگه اجازه باشه علاقه گرفتم از یمشیریم یک سوال دارم. آها چرا نه، بفرمایید. زهره جان میخوایم با وجودی که همشیری ما اشاره کرد در قسمت طالبان نظر شخصی همشیری است، نظر شخصی همشیری جرم نیست، امنیت آوردن با زور و تازیانه و تفنگ و شمشیر هر رژیم میتونه که رژیم طالبان را تکرار کنه حتی کرزی. تعریف از طالبان ما برای همشیری میکنم که از دید من طالبان گروه متحجر هویت ملی ما را با ترور و تریاق گره زده. سوال اینجاست که خواهرم بگویه که تعریف طالبان از خودی خواهرم بشنم که چه رقم است و همچنان خواهرم حرف میدونم که عملات بشرمانی افزار طالبه، دیدگاهشان ثواب میدونن یا گناه، چه نوع تقبیه میکنن، پیامشان به ملا عمر چیست. طالبان امروز یک دهقان هم تیر باران کردن و میگن که طالبان را ما روز شد جشن گرفتیم، خانمان را در استیدیوم کشتن. خب تشکر. تشکر بسیار زیاد. یک مشکلی که بله بفرمایید سریا جان. اینجا که ما امیر جواب بدم. بله بله. ببینید وقتی که من میگم که ملت هم حق داره هم مسئولیت داره، وقتی که طالب یک زن استاد میکنه و سنگسار میکنه، سنگ قاضی طالب نزده، سنگ مردم زدن. سنگ مردم زدن، مردمی که تماشاگر بودن، مردمی که استاد نشدن، نگفتن که غلط است. سنگ وقتی که سر تسلیم اگر در تن مظلوم نبود، یک ستمگر به جهان فرصت بیداد نداشت. یقینا بسیار مقبول. یعنی خود مردم باید مسئولیت بگیرن، عکس العمل نشان نمیتن. چرا مردم وقتی که استاد میشن، مردم سنگ اول هر کسی که میزنه، سنگ دوم و چهارم و پنجم کی میزنه؟ زهره جان امی ملت میزنه. بله وقتی که در استادیوم استاد میشن، استادیوم پر از مردم است، پر از مردمی که هیچ کار دیگه نداشته، با بیتفاوتی کامل آمده و این میره میبینه، این میره مساعده میکنه، شبا میره خانه پنج وقت نماز میخونه. بله امی آدم وجدان داره.
امروز هم امی ملت در امتحان قرار گرفته سرایا جان، امی انتخاباتی که ما در پیش روی داریم، مثلا ادعا میشه که خوب آقای سیاف که قدر آدم کشته بود حالا خود کاندید کرده، نمیفهم دکتر عبدالله که در خرابی های شهر کابل بوده خود کاندید کرده، نمیفهم اشرف غنی که حساب نداره خود کاندید کرده، نمیفهم رئیم وردک که میخواست فلانه جای بزنه خود کاندید کرده. خوب تو ملت هستی، تو میری رای میتی، تو باید از پیش خود قضاوت کنی که ما به کی برم رای بتم. او خود کاندید کرده، او حق مسلمش از خود کاندید کنه، اما تو ملت هستی. این سوال است سرایا جان. و یک مشکل دیگه که ما داریم، امرای بیننده های ما داریم، شما اینجا طرف هیچ کس نگرفتین، شما در واقعیت تلخ افغانستان در جنگ داخلی بودین، در وقت طالب هم رفتین، بعد از او بعد از 11 سپتامبر هم رفتین، گفتین که یعنی از او حالت اینی حالت آمد، اما این به معنای از این نیست که مردم افغانستان همیشه اوتر یک ایدئولوژی رو بپذیرن. اصلا به ایمانا نیست، ولی ما نمیتونیم دیگه وقتی از این تمام شده که همیشه ملت مظلوم فکر کنیم. اگر ملت مظلوم است، یا به دلیل بیسوادیش است یا به دلیل بیتفاوتیش است. ما دیگه نمیتونیم، ما باید از این مرحلهی که دل ما پشت همه مردم ما به خاطر مظلوم بودن بسوزه باید بگذاریم. Exactly. ما بسیار سرایا جان از امی لغت مظلوم ویکتیم هیچ خوشم نمیایه. بیچارگک، ما مردم بیچاره نی، ما خود ما بیچارگیره بسیاری وقت آوردیم سر خود نی. میتونه یک ملت زنده با پای بخیزه بگوید دیگه نی. بله. و که اینا میگن که طالبا اینی کار کرد، بابا اگر 10 نفر، چون من شاهدش بودم در سال دوم وقتی، در سال سوم وقتی که مردم به خود آمدن و دیگه خیستن مقابل طالب، گفت تو اکی باشی من میرم نوروز است، من میخوایم جشن بگیرم. من شاهدش بودم که طالب دیگه چیز گفتن نتونه. در همین کتاب شما هم در چند جایی گفتین که یعنی با طالبا وقتی که شما اونجا کلینیک میساختین برخورد کردین، بسیار برخورد تند کردین و اونا قناعت کردن و صحبت شما رو شنیدن. بله، اما زهرا جان حق گرفتنی است و من نمیخوایم کلیشه گپ بزنم در اینجا، ولی عملا حق گرفتنی است. حق کس در بشقاب نمیمونه، به کس نمیاد. اینکه ما سر مثلا سر حق زن گپ میزنیم، خب همین زنا همینقدر که حق دارن مسئولیت های هم دارن. باور کنین که تلخ است اگر ما براتون بگویم که دشمن درجه یکی یک زن گاهی یک زن دیگه است. یقینا. ببینید سرایا جان، من همین برنامه را در آخر ما پیش میبرم. من از این خانم‌ها تقاضا فقط برای نیم ساعت اسپانسرشپ میکنم. بزنس ها دارن، برای یک برنامه تقاضا میکنم. بسیار بی‌تفاوت با مسائل برخورد میکنن. من متاثر میشم از این حالت خواهرای ما. ما تنها چیزی را که فعلا ما افغانای اروپا و امریکا آموختیم، صحبت کردن، انتقاد بله. کردن، بدبین بودن و منفی بافی. بله، دقیقا متلسته. و چیز دیگه را که مردم ما، یا ای که زندگی کنین در امریکا، خوش باشین با چیزی که دارین، اما اگر داخل مسائل افغانستان میشین، خواهش ما امیست صمیمانه که بابا صادق باشین با هر کاری که اگر 5% میتونین این کار بکنین، اما 5%تان صادقانه کار کنین. کار افغانستان دیگه کار نمایش نیست. آها، بسیار گپ سعی میزنین. بله، بفرمایید روی خط تلفن هستین. سلام. سلام، چطور هستین؟ خوب هستین زهرا جان؟ قن خوب هستین؟ شما خوب هستین؟ بفرمایید. من جوره، شما خوب هستین زهرا جان؟ شما گفتین که خانما باید استاد شون و بر طالبا بگوین که شما این کاری که میکنین غلط است. خودتان فکر کنین در وقتی که طالبا حکومت میکرد، کلشان سلاح داشتن، مردم با شلاق میزدن، کلاشینکوف میکشن. آیا یک زن جرات کنه میتونست که از خانه خود برای بره در قاضی سیدیم پالی بود و تا زنی که با سرش تفنگ گرفته و به قتل میرسانش بره استاد چه بوی نکو؟ خب بسیار تشکر، گپ درست زدین. ما نگفتیم که در او وقت در مقابل طالبا استاد میشدن، اما اگر شما امروز در یک جایی میبینین که بم انتحاری میشه و عزیزانتان میبراین میمارن، چرا مردم او منطقه عکس العمل نشان نمیدن؟ چرا این ملت به پای خود نمیخیزه؟ حراس داره نی؟ از حراسی کار نمیکنه که شو طالب به خانه میایه مر از بین میبره. ما صحبت ما سرزی بود که یک نوع بیتفاوتی در خود ملت هم موجود است.
بله دقیقا موجود است. وقتی که میگیم که اینی آدمایی که نابکار هستن اینا آمدن خود کاندید میکنن، ملت یک حق کلان داره فعلا، یک برگ برنده داره دور جان. به اوی که وقتی که به پای صندوق رای میره یک دقیقه فکر کنه پیش از این که رای خود در صندوق مندازه، با کی باید رای بدم؟ حتما باید با کسی باید رای بدم که از قریه ما است، یا این که با کسی رای بدم که امی آدم ختمش درستی داره. ما باید یک کار خانگی انجام بدم که بفهمم امینا کی هستن پیش از این که من رای خود برشان میدم. بخاطر این که سرنوشت 5 سال آینده افغانستان تعیین میکنه. بله بفرمایید. روی خط تلفن هستین. سلام بفرمایید. هلو. بله بفرمایید. روی خط تلفن هستین. عرض ادب دارم خدمت شما همچنین خانم عزیز. من میخواستم از ایشون سوال داشته باشم که نگفتن درباره است که با آمدن طالبان نفس آرام کشیدند، افتخارم داشتم که بینا آرامی ده. آیا اگر طالبان این بار هم باز دوباره بیایند همون نفس آرام میکشند؟ دیدگاه هستن با دیدگاه دیگری. تشکر بسیار. سوالشان فهمیدین سریا جان؟ سوالشان فهمیدم. مثل از این که هر کسی که با این مصاحبه را میبینن یا گوش میدن فقط چیزی که خودشان میخواین میخواین بشنوان. من اتون نگفتم، من نگفتم اونا دوباره بیاین، من نگفتم که چی. من چرا که افغانستان از این مراحل گذشت، افغانستان از این مراحل گذشت و در او وقت این ما شرایط عینی وقت بیان کردیم، نه ای که نظر شخصی خود گفته باشم. امیدوارستم دوستایی که تلفن میکنن فقط امید دارم بتونن بکنن که من سریا جان نظر... سالهایی که به تلویزیون هستم یک مشکل بسیار کلان کمرای بیننده ها من دارم، اما یک گیم یک وقت ما بازی میکردم در مسابقات ذهنی، میگفتن بگو بشنوم چی شنیده ای. از یک زاغ 40 زاغ میشد یا 40 زاغ در مجموع گم میشد. شما مرحله به مرحله قضایای افغانستان تحلیل کردین، شما گفتین در جنگ های داخلی هم بودین، بعد از اینکه طالبان آمد مردم در یکی دو سال اول نفس راحت کشیدن، اما این به معنای از این نیست که مردم افغانستان با ایدئولوژی طالب بشینه. شرایط امروز افغانستان تا سال 93 فرق کرده. امروز افغانستان دروازش بروی دنیا باز است، کمک‌های بین المللی بهش آمده، مطبوعات آزاد است، زنها و دخترایش در اجتماع فعال هستند. امروز مردم افغانستان به هیچ وجه نمی‌خواهند که به طرف سیستم طالبانی برند، اما در عین زمان مردم افغانستان صلح هم می‌خواهند که صلح در مملکت بیاید و یک آشتی صورت بگیره و جنگ خلاص شود. برای اینکه شما گفتین که امنیت خودش یک نوع آزادی است، متاسفانه بیننده های ما در تحلیل مسائل که من عیسی یک بیننده شیشتن فوق العاده بعضا دور از بعض آباشه ضعیف فکر میکنن، فقط سرزمی عمله میکنن. یعنی شما تو گپ گفتن پس شما یک طالبانیستن، در حالی که هیچ استایل زندگی خانم سریا سدید با طالبا برابر نیست. و زورجان خودی امی پروگرام امروز ما و شما نمونه بسیار بسیار زنده و واضح از این که چطور مردم ما با مسائل اصلی افغانستان ارتباط ندارن در اینجا. ببینید مثلا ببینید ما آمدیم سر انتخابات گپ میزنیم، ما سر مسئولیت ملت گپ میزنیم. من حتی مثال آوردم که روزی که طالب سر زن فایر میکنه با استادیوم با جرم زنا میکشه این زنه، اول یک مال دستات نمیشه که بگویه خب این زن با یک کسی زنا کرده، او آقا کجاست؟ ولی خب اینا دلیل میارن که آنقدر ظلم بود و طالب آنقدر ظالم بود که اگر من صدای خودم میکشید و مرا میکشتن. این بخشش صحبت میکنن. ولی خب او یک دوره بود سریا جان، یک دوره اختناق سیاسی بود، قسمی که شما در کتاب نوشته کردن. امیدوار استون بیننده عزیز شما به وبسایت خانم سریا سدید برین، www.sorayasadid.com. شما میتونین که این کتاب دانلود کنین، یعنی ضرور نیست که داشته باشنش، دانلودش میتونین کنین، برین بخونین. و اینا یک تاریخ زنده هستن واقعا. شاید شما بیننده عزیزی که از خطای تاریخ تلفن زنگ میزنن سفری به افغانستان هیچ وقت نداشتین، امکان داره که شما نه به
خانم شکیلا. یک خانم شکیلا 15 دقیقه برنامه را اسپانسر شدن، ازشان بسیار زیاد تشکر. 15 دقیقه دیگه میریم سریا جان تا ساعت 12:45. شما شاید هیچ سفر نکرده باشین، اقلا خانم سریا سدید یک چشم دید خود میگن که در زمان سال 93 رفتن به پشاور، رفتن به کمپا. از پشاور به چی مشکلاتی که دکتر صاحب عبدالله عثمان اینا را کمک کردن به داخل کابل آمدن. با شما اصلا در یک جایی گفتین سریا جان که در زمان طالبا اکثر مهاجرین شهر کابل در سفارت شوروی سابق بودن، در اونجا بودن. بله بله، ما خو اعتراض که در این کتاب خو ما شما سر یک گوشه از کتاب گپ داریم، اما بدبختی هایی را که در وقت طالبان در افغانستان وجود داشت ما بسیار واضح تشریح کردیم. بله بله، بسیار واضح گفتین. و خو وقتی که آدم همه جانبه صحبت بکنه و همیشه مواجه میشه با اونایی که یک جانبه میبینن، یعنی اگر ما چیزی را نگویم که بعضی از دوستان میخواین امور بشنون، ما میشم مثلا طرفدار طالب یا طرفدار این گروپ یا او گروپ. آها. ولی ما باید واقعیت‌ها را قسمی که هست انعکاس بدیم. زوره جان چی مردم بله برداشت افغان، مثلا اگر شما هم یال امکان داره یکی زنگ بزنه شما رو بگه چرا در سمنگان مکتب ساختین، خب برداشت افغان ها همی رقم است که چرا در استاق رفتین، چرا در بدخشان رفتین، چرا در سمنگان رفتین، چرا در قندار نبودین. اگر شما از قندار صحبت میکنین باز یکی دیگه زنگ میزنه که چرا در پنشیر نبودین. به هر صورت یک موضوع دیگه که خانم سدید بسیار مطرح است، شما در کنفرانس بن هم نمیفهم در کنفرانس بن منیس یک ناظر بودین یا یک نقش داشته، نظرتون راجع به کنفرانس بن چی است؟ من دوره جان در بن چندین بار کنفرانس شدم. یکی از کنفرانس‌هاش در سال 1998 بود که امو وقتی بود که باز گروه ها جمع شده بودن در اونجا. من در بونی که بعد از سال 2001 در اون کنفرانس بود من شرکت نداشتم. در اون بونی در اون کنفرانس بون شما نبودین؟ من در اون کنفرانس نبودم، اما یک چیزی که همین کنفرانس هایی که میشن که بین افغان ها صورت عموم، مگر این که توسط جامعه بین‌المللی نظارت شوه، به صورت عموم فاقد یک اجندا است. هر کس میآید دل خود خالی میکنه و پس میره. به همین خاطر ده ها کنفرانسی که ما اشتراک کردیم چی در امریکا و چی در اروپا نتیجه مثبت نداده. نداده که اجندایی وجود نداشته، هدف نبوده که آدم به او برسه. یعنی یک طرح کلی وجود ندارد و امی خاطر موفق نبوده و امی موضوع باعث شده. سریا جان من احساس میکنم که برنامه های تلویزیونی ما، صحبت هایی که افغان ها در بیرون از افغانستان انجام میتن، ما شکل یک کلینیک روانی را گرفتیم که مردم دردهای دل خود میگن، اما از نگاه عملی در سایه عمل بسا مشکل است. یا یک شما داخل افغانستان برین واقعا همی قربانی رو بتین اونجا باشین یک مدت و در پروسه سیاسی داخل باشین، یا یکی که ام قرار باشه که زندگی راحت امریکا و اروپا رو داشته باشم ام به افغانستان فکر کنم، خیلی یک کمی مشکل است. مشکل از زوره جان بسیار زیاد و من امروی جان بسیار موافق هستم که ما چشم دید خودم از متاسفانه که یک تعدادی را که میبینم که میرن به افغانستان اینا یا بار اول است یا بار دهم است یا به هر دلیلی است که میرن، تا وقتی که اینا در میدان هوایی دبی میرسن شهروندای بسیار خوب، قانون پذیر و متی و آرام و همه چیز، خدا شاهد است وقتی که به میدان هوایی کابل اینا پایین میشن یک تعداد، اولین با قانون امی از غرب بازگشته های ما مشکلانه. چرا اطلاع میکنن؟ مثلا در اموجا یکی از دوستان میبینن که فضل پلیس است در گوشه شیشته، یک اشاره میکنن که خب من در این لین استاده نمیشم انتظار از این که پاسپورت من اینا استمپ بزنن، تو پاسپورت من بگی از این بقل دیگه برو استمپ بزنن. یعنی اموجا قانون شکنی را شروع میکنن و
و امو افغان در امارات متحده یا در دوبای مجبور است دلائن استاد شود برای زی که از پلیس دوبای حراس داره. بفرمایید روی خط تلفن هستن. سلام. سلام زهره جان، شکل هستم. سلام برای شما و برای سریا جان. سلام شکل جان گل، بسیار تشکر که مهربانی کردی یک 15 دقیقه برنامه را اسپانسر شدین. شکل جان مهربانی کردین، از شما بسیار تشکر. بفرمایید. خواهش میکنم. سوال ما فقط در قدم اول میخواستم که از چون تاخر شنیدم بسیار زیاد متاثر کننده است. بسیاری وقت که از ما مردم از که از یکی اپریشیت بکنیم انتقادات ما زیادتر است. خب ما اول چون کار ما و کار سرایا جان فکر میکنیم که با مو یک سطح قرار داره، ما میخواییم که تشکری بکنم، یعنی با سواد کردن یک فردی که در 30 سال جنگ در افغانستان در یک جنسایی رجب قریب قرار داره. کار نیست، ما سرز کار زیناره، کار انسان دوستانه و بشر دوستانه و این که یک آدم با سواد میسازن کار بسیار کلان است. ما تشکری میکنم من ایسی یک زن و من ایسی یک کسی که ما هم در میکاره اجتماعی اصلا شما خبر دارید. یقینا میفهمیم که شما هم مکاتب ساختین. سوال شما چی از شکیلا جان است؟ سوال ما ایست که از سریا جان که در قسمت مکاتب که اینا گفتن در اطراف، ما صرف به خاطر که خوب سعید که مثلا سپلای میکنه ارگانیزیشنشان یا بعض مسائل دیگر اینا سعیه میکنه، صرف به خاطر فارغ تحصیلی خانما یا شاگرده مطلب از اینا که سالانه چون که اینا فارغ تحصیل دارن و چقدر از این شاگرده داخل فاکولتای افغانستان یعنی حق اشتراک دارن، میتونن که اشتراک بکنن و داخل فاکولتای افغانستان و پانتون شون یعنی چیز نتیجه گرفتن. یعنی فقط معظمی میخواستم که اکثر وقت مکتبا عمر یعنی دراز ندارن که در مبین قطع میشن سنف 12 تحصیلاتشان تکمیل نمی باشه. من نمیفهم که از سریا جانشان پروژهشان چطور است. اینا تشکر فامیدش شکیلا جان گل. شما هم یکی از خانمای بسیار فعال در نیویورک هستن. خانم شکیلا بسیار تشکر مهربانی کردین. بگذارین که سرایا جان جواب بدن. تشکر. ما جواب ما ایسته که اما تو که گفتم پیشتر ما پروگرامای تعلیمی و ابتکاری مؤسسه ما در داخل مکاتبی که مربوط وزارت معارف است اینا تطبیق میشه. با جواب سوالشان ما باید بگویم که در مکاتبی که ما پروگرام تعلیمات برای کامپیوتر تطبیق میکنیم، نتایج این شاگردایی که به کنکور رفتن فوق‌العاده بوده. چرا اینا دسترسی به اینترنت داشتن؟ چرا اینا بسیاری مسائل را که در افغانستان شاگردا متاسفانه بهش دسترسی ندارن اینا فهمیدن، اینا تانستن که ریسرچ‌های بکنن اینا و فوق‌العاده نتیجه مثبت داشت. پروگرام کمپیوتر مؤسسه کمک به اطفال افغانستان میتونیم بگویم که یک پروگرام فوق‌العاده مؤثر بوده که نتایجش در کنکور بیخی نمایان بود. یک سوال که شاید اینجا کم خارج موضوع باشه سرایا جان، شما گفتین در پغمان مکتب ساختین و معلوم دار بسیار فوکس سر ازی است که گویا کل سایه پغمان تحت کنترل آقای سیاف است. شما با نفرای از اونا برخورد کردین یا ای که کدام منطقه با کلی جداگانه‌ای بوده؟ مکتب به نام مکتب چیست؟ عبدالله بن عبدالله است و ای بروی طرف دریا که کسایی که یادشان مانده باشه بروی یک جایی به نام سینمای سوخته میگه. این مکتب کاملا ویران شده بود و روزی که ما مکتب دوباره ساختیم و افتتاح کردیم که البته از 10 سال میشه چون اولین مکتبی بود که ما ساختیم در اونجا، بله، نفرای آقای سیاف آمدن و گفتن که ما میخواییم که بر مکتب قالین بدیم بخش برشان و ما گفتیم که نه، از شما بسیار زیاد تشکر میکنیم، امیده برای مسجد شما لطف کنیم بتین و اول مکتب ضرورت نداره به فرش و دومی که ما تصمیم آزی بود که ببخشیم با داخل شدن از اونا به مکتب با آوردن فرش یک نوع احساس ای برشان پیدا شود که در مرحله دوم میتونن چیزایی را که بگوین
تطبیق شود یا ما کارهایی را که میگن بکنیم. ما به می خاطر از امو مرحله اول کمکشانه که عبارت از امی فرش بود قبول نکردیم. در ما هیچ مشکلی با گروپ های سیاف نداشتیم. بسیار خوب. بفرمایید روی خط تلفن هستیم. سلام. بله زهره جان سلام. سلام ما با شما برسه. بفرمایید. ساعت شما خوب. سلام برای مهمان عزیزتان. تشکر. و افتخار ماستین خانمای نازنین. موفقیتتان همیشه آرزو میکنیم. تشکر مهربان هستین. نام من پروین است. از شهر جرمنی گپ میزنم و هم نامتان نام دخترم است. همیان دخاک افغانستان در وطن ما خدمت میکنم. بسیار خوب. و آرزوی ما یک اتفاق و اتحاد از تمام ملت وطن ما به بله. هر نسونال که هستن فقط آرزوی ما همی چیز است و دعا میکنیم که یک قاید ملی درست با عدالت و همه مساوات در نظر گرفته در قدم خدمت برای وطن ما پای بگذارن. و میمان عزیزتان افتخار ماست. میگن دل شیر نداری سفر عشق مکن. دلتان دل شیر بگیرین. انشالله که همیشه موفق هستین. پیش رویتان بسیار سنگام مفته. مردم ما همیشه همیشه در قسمت خوبی های هیچ وقت نمیگن. همیشه به تارموی میپالن که چی خالیگاهی پیدا کنن در مردم. خوصن به خصوص بر خانما افتخارات ماستین. همیشه موفق باشین. آرزوی ما همیست که چراهای زیبایتان همیشه به تلویزیون و میمونای خانی ما باشین. تشکر پروین جان. از طرف کسل و شهر جرمنی برای همه شما تقدیم میکنم. تشکر پروین جان گل. شما مهربان هستین. بسیار صحبتهای خوبی کردین. سرایا جان گل دفعه آخر که شما افغانستان رفتین چی وقت بود و چی وقت آرزو دارین که باز هم برین بخیر؟ دو ماه پیش رفت افغانستان و بار آینده ما به روز 27 امی ماه میرم به افغانستان که آخر سال تعلیمی می باشه و پروگرام ها رو ختم می کنیم در افغانستان. راپورا رو باید برای کسایی که پروگرام ها رو تمویل کردن بتیم. سرایا جان گل دو ماه پیش که شما افغانستان رفتن فضای افغانستان چی رقم یافتن بسا کوتا؟ فضای افغانستان مردم وارخطا هستن اما با احتیاط رفتار میکنن. امید دارن برای آینده و تمام امیدهای خود برای بودن امریکا بسته نکردن مردم. مردم که این خودش بسیار یک خبر خوش است. خبر بسیار خوش است. بله بله. زهره جان ببخشید اگر کسی دیگه نیست که امی پروگرام اسپانسر شود 15 دقیقه آخرم من میخواهم اسپانسر شوم خودم. بعد از اینکه من چیز برای گفتن برای بخاطر موقف زنها در افغانستان دارم. خب سرایا جان امون نیم ساعت اسپانسر شدن شما برین. یک چند دقیقه دیگه هم دارین تا ساعت یک شما برین اسپانسر شدن. درست است؟ خب من چیزی را که اینقدر گپ زیاد از راجع به حق زنا در افغانستان و موقف زنا بهتر شوه اینا دودا جان زنا دو کارت برنده دارن امروز. یکی امی کارت رای دهی از اینا بله. و دیگر از اینا که میتونن توسط ازی مثلا کمک های جامعه جهانی را اگر نهادهای مدنی که زنا نمایندگی میکنن اینا بسته شوه همش نه یک تعدادش بسته شوه با این که مثلا سهم زنا در دولت آینده افغانستان چقدر باشه این بسیار به مفاد زن است و اونا میتونن که از امیال امی فعالیت ها را براه پرتن. شما میبینید هر کسی که میایه خود وقتی که میخواه کاندید کنه املاش حداقل 200 نفر دیگه هم میایه یا 100 نفر بله. دیگه شما حتی یک زن نمیبینین به موجه. آها راست میگین. من دیدم بله دمی چند روز از این که نصف نفوس افغانستان یک قطعه او شده و به زمین رفته. آها در این بسیار اهمیت بسیار زیاد داره که زنها در اینجا یک تشکیلات منظمی را داشته باشند از این کارتای برندی خود استفاده بکنن. در این قسمت ما نمیتونیم دیگر زن افغانستان مظلوم بگوییم چون زن افغانستان مظلوم نیست. زن افغانستان نمیفهمه که حقش چقدر است و مسئولیتش هم چقدر. او به خاطر که امی فرصت برش داده نشده هنوز یا نداشته فرصت اما بسیار میتونه که امضای مردا کار بکنه تا
حق خود بگیره. و او در صورتی هست سرای جان که قسم که شما گفتین زنها یک مشت بسته باشن. متاسفانه در بسیاری وقتا زن دشمن زن است. زن است که زن پایان میزنه. اتو نیست که بگوین والا خوب ما کل ما یک جای میشیم، تفاوت های فکری خود داریم، ما بین خود همه ما داریم، امکان داره ما و شما بسیار تفاوت فکری داشته باشیم، اما در جایش مثلا شما کاری که کردین منعیس یک زن امی شهامت داشتین به افغانستان رفتین، من 100% به پشت شما استاده هستم. ای که ما و شما چی تفاوت فکری سیاسی داریم و سوال علایده هست مطلقا. باعث آدم به این ترتیب رفتار کنه موفق می باشیم یقینا. چیزهای دیگه ای که از مثلا امروز وقتی که یک کسی میخواه برای خدا بکنه، وقتی بسیار خوبی از برای زنها که در اونجا بگویه جز خط مشتو چی کارهاییست برای زنها در نه ای که یک زن خود شخصا برای بگویه که خب من خود کاندید میکنم و میفهمم 100% که من خود رئیس جمهور افغانستان نمیشم، اما حداقل یک وزارتخانه را خود میگیرم. اگر با این طرز فکر یک زن شخصا میره موفق نیست، اما اگر چند مؤسسه یک جای میشن، نهادهای مدنی یک جای میشن و میرن که میگن که سهم زنها در حکومت آینده افغانستان چقدر باشه، این شما میفهمین انعکاسش فوق العاده میباشه بر جامعه بین المللی، بر گرفتن کمک های بیشتر، بر پروگرام های موفق تر بر زنها بسیار نقش مهمی داشته باشه. و یک موضوع دیگه است سرای جان که نباید فعالیت زنها فعالیت نمایشی باشه، باید فعالیت‌های بنیادی و ریشه‌ای باشه. فعالیت‌هایی که واقعاً بتانیم فقر اقتصادی را از دامن زن افغان دور کنیم، بی سوادی را دور کنیم، این مسائل مهم است. ما در یک کمپتیشن و رقابت باید با مردها نباشیم، در آلتی باشیم که آلت در مسائل بنیادی چی کرده میتانیم برای زنها. و واقعیت یک چیزی است که ما باید قبول کنیم، ایست که اگر امروز در جامعه افغانستان، در جامعه امریکا همینجا که هستیم، اگر مردها ما امرایشان کار نکنیم نمیتانیم که حق خود بگیریم. ما باید کار کنیم امرایشان. ولی آدم راستی دیگران جا که روم عاقل و فرزانه روم. اینقدر شعار یک طرف بانیم، ما با عقل و درایت باید اندای مردا یک جای کار بکنیم تا به حقی که باید برسیم. بله، و مردها هم یقینا این مسئله را باید به واقعیت بفهمند که زیادتر از 50% جامعه افغان زنها تشکیل میده با یک احترام متقابل، با یک قبول یک واقعیتی که زن هم منعیس یک انسان در جامعه میتانه عرض اندام کنه، باید از که موضوع را پیش ببریم. سرای جان گل بسیار تشکر. خطاب پر است، مثل که اگر اجازه تون باشه یک خط دیگر رو میگیریم، باز برمه اشاره میکنن که بریم. بفرمایید رو خط تلفن هستیم. سلام. سلام علیکم خواهر محترم زهره. اول از همه خواهر ما سرای جان تشکری میکنم که ایده سالای 90 به افغانستان به خاطر تربیه و تعلیم اطفال ما رفته و از این تشکری میکنم. و شما گفتین خواهر محترم که 80% ملت انتخابات را میخواهن. بقیده ما این تبلیغات منفیت جوان جنگی است به خاطر که اکثریت کشور به دست قوای مسلح است، قوای مسلح اسلام است که اونا نمیخواین که قدرت بیارن و اونا میخواین که نت خوارای ما بیاین در سر قدرت بیاین و امی زمامداری حکومت بگیرن. وال 50 کشور صلیبی در حال فرار هستن. و آقای مومن، امی گپای کشور صلیبی، امی گپای کم کونه شده. بسیار ببخشین، با تمام احترامی که به شما دارم، شما خودتان آقای مومن در یک جامعه صلیبی زندگی میکنین. اینمی رای افغانستان است. شما میفهمین که در دوره تحول جامعه بین المللی 16 بیلیون دلار بر افغانستان وعده کرده و ما باید در انتخابات مثبت واضح صلح‌آمیز بریم که ما این کمک به خاطر فقر زدایی برای جامعه خود بگیریم. امیدوار هستیم امو طالبایی که هم برای صلح هستن و هم میخواین که افغانستان در یک حالت خوب قرار بگیره بیاین داخل امی پروسه شوند. ما امیر آرزو داریم. اما تو نیست سرای جان شما چی فکر میکنیم؟ دست واقعیت است. و ما از امی دوست محترم میخوایم پرسان کنم که در طول 30 سال یا 35 سال گذشته
امی به صورت مون کمک های جامعه صلیبی که اینا میگن چون گپ من نیست گپ از ایناست، کمک های جامعه صلیبی میلیون ها نفر در افغانستان نجات داده از مرگ اتمی. بله و امی جامعه صلیبی جز مؤسسه ملل متحد است که به هزارها افغان در کمپ های مهاجرین کمک کرد. امی جامعه صلیبی جز مؤسسه ملل متحد است که به هزارها مسلمان در سوریه در کمپ هایی که در ترکیه و اینجا هستن کمک میکنه. امی لغات صلیبی و غیر صلیبی و کفار اینا رو بیاین که از دهن خود پرت این واقعیت های تلخ مملکت خود ببینیم، خصوصا که این سخنا از طرف کسای صحبت میشه که در امی جامعه صلیبی زندگی میکنن، پولش هم میگیرن، ولفیرش هم میگیرن، دیسیبلیتیش هم میگیرن، سوشال سیکیوریتیش هم میگیرن، باز بعد از اون لینا رو بالا میکنن و میگه پاره میزنن. به هر صورت سرایا جان گل بسیار زیاد شکر از مهربانی شما، واقعا همه قسمی که گفتین این کتاب شما یک تاریخ زنده افغانستان است و بیننده عزیز کسایی که علاقه دارن که داستان از این کتاب بفهمن و قصه های جالبی که سرایا جان در این کتاب کرده چشم دید خود، اینا یک شاهد زنده هستن که رفتن و آمدن و شما میتونین که به www.sorayasadid.com برین و دانلود کنین. از اینکه شما وقتتون دادین بسیار تشکر، امید که باز هم صحبت های داشته باشین. سرایا جان گل مهربانی کردین، سلامت باشین. از همه دوستایی که در طول سالها ما را کمک کردن صمیمانه تشکر میکنم. مهربانی کردین. خداحافظ، شما بخیر، باز هم صحبت خاط داشتیم. تشکر. خوب دوستان عزیز و ارجمن، از حوصله مندی شما هم یک جهان ممنون. امیدوار هستم که اگر من تلفن قطع میکنم خفه نشین، به خاطر که بس یک بحث جامعه بایتس باشه، یک بحث دلسوزانه برای افغانستان باشه، بحثا قومی نباشه، زبانی نباشه، بحثا کتره و کیانه نباشه. خانم صدید رفتن به افغانستان، مردم افغانستان در وقت جنگای داخلی هم دیده بودن، در وقتی که طالبان بود دیده بودن، آلام رفتن. آل ما به فکر ازی باشیم که به همین انتخابات هم بسیار به چشم منفی و نبینیم. بگذاریم مردم هر کس حق مسلمش است، افغان از زیر قانون اساسی افغانستان آمدن، خود برن کاندید کنن، انتخاب حق مردم افغانستان است. به هر حال بیننده عزیز و ارجمند، تا برنامه آینده شما را به خداوند بزرگ مسپارم. روز و روزگار بر شما خوش بگذرد. مثل که لیلو فرجان نیستن در استودیو و ماندار بعد از مغ خانم سیمین برنامه دارن. خب تا وقت که مثل که لیلو فرجان نیستن یک دو دقیقه دیگه ما هست، از یک دو دقیقه و سی دقیقه دیگه هم ما استفاده میکنیم. بیننده عزیز، از خواهر عزیزم شکیلا جان یک جهان ممنون که برنامه را اسپانسر شدن برای نیم ساعت و ما تانستیم که زیادتر صحبت های امروی خانم سرایای صدید داشته باشیم. بیننده عزیز، من میفهمم که دل افغان ها پر از نظریات مختلف است، یقینا بسیاری کاندیدا مورد علاقه نیست و من قسمی که در شروع برنامه گفتم که این مربوط مردم افغانستان است که کارنامه های کاندیدا را دیده و بازباد زو بسیار با وجدان پاک و صادقانه برن و رأی خود پرتن. تا برنامه آینده شما را به خداوند بزرگ مسپارم. روز و روزگار بر شما خوش بگذرد.